یه سری از اسامی نزدیک باشگاه پرسپولیس شدن و در نهایت باشگاه پرسپولیس نتونست جذب کنه که زیاد هم بودن، مثلا بازیکن خارجیاتون. ببینیم بازیکنی که تو فضای مجازی مطرح میشه خب دلیل نمیشه گزینه باشگاه باشه. خیلی از این بازیکن‌ها اصلا گزینه ما نبودن. چقدرش حقیقی بودن؟ ببینید یه غیر از نیانگی که الان من گفتم، ببینید ما یه دونه نیانگ بوده، یه دونم آقای یحیی بوده. یحیی هم البته من قبل یحیی بنتیه، بله یحیی هم من همون روزای اول یه مصاحبه کردم که حالا تو فضای مجازی گفتن آقا بادامکی داره توافق به هم میزنه. ببینید آقای توتون که بازیکنی که قرارداد داره، ما اگر با بازیکنم به توافق برسیم باشگاهش هم باید باش با ما توافق کنه دیگه، مثل علی قلی زاده. الان یحیی عطیالله مشکلش چی بود؟ اصلا ایشون دوست نداشت بیاد ایران روزای اول، باش صحبت کردیم. روزای آخر چی شد؟ نتیجه؟ بعد موافقتشو جلب کردیم که بیاد ایران، ولی من فکر میکنم بازم اون ظاهری بود، چون با توجه به اینکه میخواست شاید ما آفر بهش بدیم بعد بره جای دیگه، جایی که خودش دوست داره بره بازی کنه. من فکر میکنم رفت دیگه، که رفت علی مصر. بله من فکر میکنم خیلی به نفعمون شد اتفاقا، با توجه به اینکه اتفاقاتی که حالا افتاد، به نظر ما بهترین گزینمون میلاد محمدی بود که اتفاق افتاد برام. یه بازیکن مجارستانی هم من شنیدم بود، حالا نمیدونم فضای مجازی بود یا حقیقی بود. ببینین آقای حالا دفاع چپ هم بود، هافک چپ هم بازی میکرد. آره دیگه، چون صحبت از میلاد محمدی شد. ببینین ایشون هم عمل کردش انقدر تو باشگاهش خوب بود، شما وقتی مربی باشگاه باشی به این راحتی نمیذاری بازیکن، علی رغم که درخواستم داشته باشی. دقیقاً اتفاقی که برای علی قلی زاده افتاد از روزی که دست گذاشت روش دیگه این خاصیت پرسپولیس گرفت و پرسپولیس هر کی رو میخواد رو به ترقی میره. خدا رو شکر الحمدلله. علی قلی زاده، علی قلی هم الحمدلله. ببین علی قلی شکی نیست که پرسپولیسیه، واقعا خیلی هم دوست داشت بیاد. یعنی یه ذره ایران بازی کنه، قطعا میاد پرسپولیس. و مگر از اون اتفاقای عجیب غریب فوتبالی که تو ایران خیلی میفته. تو ایران میفته. آره. ولی واقعا خیلی خودش دوست داشت بیفته بیاد، یعنی ایرانی اتفاقی بیفته. ولی خب باشگاهش میگم دیگه، این باشگاهش هم خیلی مخالفت عجیب غریبی انجام داد. بعد یه توافق اولی با باشگاه علی قلی زاده کرده بودید تا اونجایی که من میدونم، ولی گل و پاس گل باعث شد که ببینید همه چی به هم بریزه و گره بخوره. اون اتفاقات حالا بچانسی ما هم هستی، بازیکن ها میان خوب کار میکنن، کار ما رو سخت میکنن دیگه. یه اتفاقای داشت میافتاد، ولی خب میام دیگه باشگاه در نهایت مخالفت کرد. پیشنهاد آخر باشگاه لهستانی چقدر بود؟ ببینید چیزی که به ما اعلام کردن نزدیک 2.5 بودش اگر اشتباه نکنم. اول با 1.1 و 200 اگه اشتباه نکنم، یعنی خب دیگه مبلغ میرفت بالاتر دیگه. میام دیگه پرسپولیس که اسمش میاد بالا. ببینیم ما یه حساسیتی که واقعا تو نقل و انتقالات داشتیم که گزینه هامون تو فضای مجازی نیاد بیرون، به خاطر این بود که از ایران خیلی باشون تماس چرا میگرفتن. میمد بیرون؟ خب اینو باید شما بگید دیگه. خب ایراده، یه ایرادی از خود ما هم بوده، ولی خب شاید از اون فردی هم که باهاش طرف مقابلمون داریم باهاش مذاکره خب میکنه. خب همین میخوام ببینم این وسط حالا اسمشو هم خیلی چیزا میگن، ایجنت میگن، دلال میگن، مدیر برنامه میگن، یه آدم سقوش و زحمتکش میگن، واسطه میگن. بله میخوام بگم از اینا خیلی دخیل بودن. ببینید هم این بر تاثیر داشتن، هم اون بر تاثیر داشت دیگه. بالاخره شاید من بازیکن به من پرسپولیس پیشنهاد داده، دوست دارم تیمای دیگه هم حالا یه نوع بازارگرمی بکنم دیگه، شاید خودم مدیر برنامه‌ام بده اون اتفاق مثلا خبر رو بیرون که آقا پرسپولیس منو میخواد. خب تاثیر میذاره رو قرار داشت دیگه، کارو سخت میکنه. شما سمت قدوس و جهانبخش هم رفتین؟ خیلی. یه جایی من شنیدم که مذاکره ریزی خیلی. با جهانبخش. من صحبت نکردم. نه. آها. باشگاه چی؟ کسی نه. نزدیک به علیرضا؟ نه آقای جهانبخش رو من همون اول نقل و انتقالات یه جایی دیدم، ازش سوال پرسیدم، گفت مثلا ایران نمیام. خیلی نه. دیگه وقتی که خود ایشون تمایل نداشت ایران بیان دیگه مسئله تموم شده. و بعد حالا که در مورد همه چی صحبت کردیم، آقای قدوس هم ضمن اینکه خب تو پست آقای قدوس ما بازیکن زیاد داریم. ما همین الان 6 تا 7 تا بازیکن داریم. حالا در مورد میریم صحبت میکنیم. حتما خدمت شما عرض کنم که این نکاتی که آقای بادامکی اشاره میکنه، مثلا یه تیمی وقتی هافک زیاد داره دیگه دنبال هافک نمیره دیگه. من چون خودم رو در این فضا اصلا نیم فصل شما میخواید تیم رو تقویت کنی، قطعا وقتی 6 دارید برای چی باید هفتمی رو بگیری؟ باید بری سراغ بله پستایی که ضعیفی، حالا مثلا یه دونه داری.